استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح در رأس یک هیئت بلندپایه از این شورا بعد از ظهر روز یکشنبه 28 عقرب 1396 خورشیدی به جمهوری اندونزی رفت. این سفر رئیس شورای عالی صلح بنا به دعوت جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا صورت گرفت و هدف از این سفر را جلب حمایت دولت اندونزیا و علمای آن کشور از روند صلح تشکیل می‌داد. با سفر استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و هیئت بلندپایه‌ای از این شورا از دولت اندونزیا خواسته شد تا به عنوان یک بازیگر فعال در فرایند بین المللی صلح افغانستان همکاری نموده و نقش مثبت خیش را در حمایت از روند صلح و نیز همسو ساختن دیگر کشورهای منطقه در این راستا ایفا نماید. در ماه آپریل 2017 رئیس جمهور محمد اشرف غنی به این کشور سفر کرده بود. یکی از اهداف مهم سفر رئیس جمهور را جلب حمایت اندونزیا از روند صلح تشکیل می‌داد. همچنین در ششم ماه نوامبر سال روان خانم رتنو مرسودی وزیر امور خارجه اندونزیا به افغانستان آمد و با رهبری دولت و رئیس شورای عالی صلح دیدار کرد. وزیر خارجه اندونزیا در همین سفر از طرف جوکو ویدودو رئیس جمهور کشورش از استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان دعوت کرد تا وی با هیئتی از آن شورا از اندونزیا دیدن نماید. 14 روز پس از آن در 20 نوامبر استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح به اندونزیا رفت. با این حال پروسه صلح به یک موضوع قانونی در دیپلماسی دو کشور افغانستان و اندونزیا مبدل شد و یک کشور بزرگ اسلامی و سومین دموکراسی جهان یعنی اندونزیا که پیش از این در مسائل بین المللی صلح افغانستان تماس لازم را نداشت از این پس فعالانه در این عرصه مشارکت خواهد کرد. اندونزیا با توجه به نقش و جایگاهی که در سطح منطقه و جهان دارد از توانایی‌ها و پتانسیل‌های خوبی در سمت و سو دادن به سیاست‌های منطقه و نیز تصمیم‌گیری‌های کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی برخوردار است. حمایت فعال این کشور از روند صلح می‌تواند وزنه جدیدی برای این روند ایجاد نماید. در ترکیب هیئت شورای عالی صلح معاونان آن شورا دکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشا و برخی دیگر از اعضای ارشد شورای عالی صلح و محمد قاسم حلیمی معین وزارت عدلیه عضویت داشتند. هیئت بعد از ظهر روز دوشنبه 29 عقرب وارد جاکارتا پایتخت اندونزیا شد و سوی حکومت اندونزیا و سفیر افغانستان در جاکارتا در میدان هوایی سوکارنو مورد استقبال قرار گرفت. روابط دیپلماتیک افغانستان و اندونزیا از سال 1950 آغاز شده و اکنون 67مین سال خود را سپری می نماید. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و هیئت همراه وی نخستین ملاقات را روز سه‌شنبه 30 عقرب با جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا انجام داد.
در این ملاقات یوسف کالا معاون رئیس جمهور و ام فاخر معاون وزیر خارجه جمهوری اندونزیا و عارف رحمان سفیر آن کشور در کابل، همچنین از جانب افغانستان معاونان شورای عالی صلح دکتر محمد اکرم اخپلواک رئیس دارالانشای آن شورا و خانم رویا رحمانی سفیر افغانستان مقیم جاکارتا نیز حضور داشتند. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا از اینکه هیئت بلندپایه شورای عالی صلح بر ریاست استاد محمد کریم خلیلی از اندونزیا دیدار کرده است اظهار خرسندی نموده و این دیدار را گامی در جهت توسعه روابط دو کشور اندونزیا و افغانستان دانست. رئیس جمهور اندونزیا بر حمایتش از روند صلح افغانستان تأکید کرده اظهار داشت که دولت تحت رهبریش برای به وجود آوردن اجماع کشورهای منطقه در حمایت از صلح افغانستان تلاش خواهد کرد. وی همچنین آمادگی کشورش را برای میزبانی از مذاکرات صلح افغانستان اعلام داشته گفت اگر نیاز احساس شود اندونزیا می تواند مذاکرات صلح افغانستان را میزبانی نماید. رئیس جمهور اندونزیا تأکید کرد که کشورش روابط خود با افغانستان را در زمینه‌های گوناگون گسترش خواهد داد و از این پس نیز میان دو کشور هیئت‌های دیپلماتیک برای مطالعه زمینه‌های همکاری و توسعه روابط تبادله خواهد شد. رئیس جمهور اندونزیا در سلسله همکاری‌هایش وعده داد که اندونزیا افغانستان را در زمینه ظرفیت سازی کمک خواهد کرد و به زودی 1000 بورسیه تحصیلی به دانشجویان افغانستان داده خواهد شد. وی در پاسخ به دعوت رئیس شورای عالی صلح مبنی بر فرستادن هیئتی از علمای اندونزیا به افغانستان اظهار داشت که در آینده نزدیک هیئتی از سوی دولت اندونزیا به شمول تعدادی از علمای برجسته آن کشور به افغانستان فرستاده خواهد شد. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح از پذیرایی گرم و دوستانه جمهوری اندونزیا از هیئت شورای عالی صلح و نیز از رئیس جمهوری آن کشور به خاطر اعلام حمایتش از پروسه صلح افغانستان سپاسگزاری و قدردانی نمود. رئیس شورای عالی صلح از سفر رئیس جمهوری افغانستان دکتر محمد اشرف غنی به اندونزیا که در ماه آوریل 2017 انجام یافت و نیز سفر دو هفته پیش خانم رتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا به افغانستان یادآوری نمود و اظهار داشت که این سفرها روابط دوستانه افغانستان و اندونزیا را وارد مرحله جدیدی کرده است. وی همچنین سفر هیئت شورای عالی صلح به اندونزیا را نشانی از گسترش یافتن روابط دو کشور و همکاری دوستانه اندونزیا در زمینه صلح افغانستان دانست. رئیس شورای عالی صلح ضمن اشاره به اوضاع جاری افغانستان صلح را یک اولویت اساسی و مهم دانسته و از رئیس جمهور اندونزیا خواهان همکاری در زمینه تحقق این اولویت شد. استاد محمد کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری جایگاه اندونزیا را در میان کشورهای اسلامی برجسته و مهم خوانده و اظهار داشت که این کشور می تواند در ایجاد اجماع جهانی و منطقه‌ای در حمایت از صلح افغانستان نقش مهم و تعیین کننده ایفا نماید. رئیس شورای عالی صلح در این دیدار خواهان گسترش روابط میان دو کشور و ویژه در زمینه تأمین صلح و مقابله با افرادگرایی شد. وی تصریح کرد که کشورهای اسلامی برای مبارزه با خطر افرادگرایی و نجات مسلمانان از شر جنگ و خشونت به هماهنگی و انسجام نیازمند است که در این زمینه اندونزیا به عنوان پرنفوذترین کشور اسلامی می تواند به این انسجام و هماهنگی کمک مؤثر و سازنده نماید. رئیس شورای عالی صلح اظهار داشت که یکی از منابع تغذیه کننده فکری جنگ جاری در افغانستان برداشت‌های افراط‌گرایانه از دین اسلام است. با گفته وی برای رفع این معضل نیاز است که دولت اندونزیا با توجه به تأثیری که در سطح جهان اسلام و سازمان کنفرانس اسلامی دارد در جهت سلب مشروعیت جنگ در افغانستان و تحریم انفجار و انتحار و نیز برگزاری کنفرانس علمای جهان اسلام در این زمینه همکاری نماید. این دیدار رئیس جمهور اندونزیا با رئیس شورای عالی صلح در قصر بوگور صورت گرفت. قصر بوگور از نگاه تشریفات دیپلماتیک اندونزیا مکان ویژه است که رئیس جمهور آن کشور از معدود چهره‌های برجسته جهان و مهمانان خاصش در آن پذیرایی می‌نماید. در پایان ملاقات رئیس جمهور ویدودو از استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح خواست که لحظات را با وی در باغ بوتانیک گردش نماید.
رئیس جمهور ویدودو در هنگام گردش در انباخ خودش موتر حاملش را رانندگی کرد و با این کارش جالب ترین لحظه و شیرین ترین خاطره را در ذهن مهمانش ثبت نمود. این پذیرایی صمیمانه و مشفقانه رئیس جمهور ویدودو از استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان مهربانی و شفقت ویرا نسبت به مهمانش به نمایش گذاشت و نشان داد که افغانستان در دیپلماسی اندونزیا جایگاه ویژه‌ای دارد و اندونزیا مانند یک برادر در کنار افغانستان ایستاده است. پس رئیس شورای عالی صلح و سایر مهمانان در ضیافت دوستانه‌ای که از سوی رئیس جمهور ویدودو در همین باغ ترتیب یافته بود اشتراک نموده و غذای چاشت را با رئیس جمهور و معاون وی صرف نمودند. در پایان ضیافت، رئیس جمهور اندونزیا و رئیس شورای عالی صلح کنفرانس مطبوعاتی را برگزار نموده و از جریان و نتایج ملاقاتشان بر رسانه‌ها و مطبوعات صحبت کردند. رئیس جمهور اندونزیا و رئیس شورای عالی صلح در این کنفرانس فشرده مطبوعاتی ضمن ارائه پاسخ به سوالات رسانه‌ها بر گسترش روابط میان دو کشور و ضرورت حمایت اندونزیا از روند صلح افغانستان تاکید کردند. رئیس جمهور اندونزیا بر رسانه‌ها گفت که کشورش علاقمند است از روند صلح افغانستان حمایت جدی و همه‌جانبه نماید. رئیس شورای عالی صلح ضمن اظهار قدردانی از اعلام آمادگی اندونزیا برای کمک به روند صلح، نقش اندونزیا را در بارور شدن پروسه صلح افغانستان مهم و برجسته دانسته و اظهار داشت که افغانستان برای به موفقیت رسیدن این پروسه نیازمند همکاری کشورهای اسلامی به ویژه اندونزیا است. رئیس جمهور اندونزیا و رئیس شورای عالی صلح از ملاقاتشان اظهار خرسندی نموده و آن را برای توسعه همکاری‌های متقابل دو کشور به ویژه در زمینه صلح ثمر بخش توصیف نمودند.
در دومین روز اقامت هیئت شورای عالی صلح در اندونزیا، اجلاس مشترک این شورا با 3 سازمان اسلامی جمهوری اندونزیا در جاکارتا برگزار شد. این اجلاس با اشتراک شورای عالی صلح افغانستان و نهضت العلماء، سازمان محمدیه و مجلس العلمای اندونزیا برگزار شده بود و از سوی سفیر افغانستان در جاکارتا و سفیر اندونزیا در کابل گردانندگی می شد. در این اجلاس، استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، دکتر ام فاخر معاون وزیر خارجه اندونزیا، پروفسور دکتر معروف امین رئیس مجلس العلماء و رئیس عمومی شورای نهضت العلمای اندونزیا، پروفسور دکتر حیدر ناشر رئیس سازمان محمدیه، دکتر مرسودی رئیس نهضت العلماء، دکتر دین شمس الدین نماینده خاص رئیس جمهور اندونزیا در امور بین المذاهب و دکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح سخنرانی نموده و در ادامه نشست به پرسش های اشتراک کنندگان پاسخ دادند. هدف از این نشست بحث و تبادل نظر روی اوضاع افغانستان، تجارب اندونزیا در مورد صلح، جلب حمایت علما و سازمان‌های اسلامی اندونزیا برای صلح افغانستان و تأکید بر گسترش همکاری‌های علمای دو کشور در امر مقابله با افراط‌گرایی و ترویج تفکر معتدل اسلامی بود. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح در سخنرانیش دوام جنگ در افغانستان را نگران کننده خوانده و بر ضرورت پایان یافتن جنگ و برقراری صلح تأکید کرد. معاون پیشین ریاست جمهوری راه حل مشکل افغانستان را در پیش گرفتن صلح دانسته و اظهار امیدواری کرد که برای تحقق این آرزومندی اندونزیا و علمای آن کشور افغانستان را یاری نماید. رئیس شورای عالی صلح تأکید کرد که پروسه صلح افغانستان تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها پیش برده می‌شود، اما این پروسه به همکاری و حمایت کشورهای جهان و منطقه نیازمند است. وی از جمهوری اندونزیا خواست که در زمینه به وجود آوردن اجماع جهانی و منطقه‌ای در حمایت از روند صلح افغانستان کمک نماید. رئیس شورای عالی صلح افغانستان به خطر افراط‌گرایی در افغانستان و کشورهای اسلامی اشاره نموده و خواهان برگزار شدن اجلاس علمای تراز اول جهان اسلام برای محکوم کردن پدیده افراط‌گرایی و نامشروع اعلام کردن جنگ‌های داخلی در کشورهای اسلامی شد. وی خاطر نشان ساخت که علمای اندونزیا می تواند برگزاری این کنفرانس را تسهیل نمایند. رئیس شورای عالی صلح به فرصتها و چالشهای روند صلح اشاره نموده و انتقال تجارب اندونزیا در این مورد را به افغانستان مهم توصیف نمود. استاد محمد کریم خلیلی اظهار داشت که اندونزیا به حیث یک کشور کثرت‌گرا و دارای اندیشه معتدل اسلامی می تواند برای افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی الگو و نمونه به حساب آید. وی قرائت معتدل از اسلام، تحمل پذیری و رواداری مذهبی را به خاطر جلوگیری از رشد افراطیت ضروری دانست. همچنین در این اجلاس معاون وزیر خارجه اندونزیا ضمن تاکید بر گسترش روابط دو کشور اندونزیا و افغانستان اطمینان داد که کشورش در حمایت از صلح افغانستان نقش قوی و برجسته را به عهده خواهد گرفت. او تأکید کرد که همان گونه که در اندونزیا صلح و زندگی مسالمت‌آمیز نهاده نشد، باید در افغانستان نیز چالش‌ها به فرصت‌ها تبدیل شده و صلح برقرار گردد. معاون وزیر خارجه اندونزیا نیز از رشد افراط‌گرایی هشدار داده و ترویج تفکر معتدل اسلامی را یکی از راه‌های مقابله با این پدیده دانست. رئیس مجلس العلماء از سخنرانان دیگر این اجلاس بود که برای افغانستان صلح و امنیت آرزو نمود. وی از فرهنگ تحمل پذیری در اندونزیا یادآوری کرد و گفت این تجربه می تواند بر روند صلح در افغانستان کمک نماید. رئیس مجلس العلماء اظهار داشت که در کشورش بیش از 700 قوم و پیروان بیش از 6 مذهب زندگی می کنند، اما اختلافات قومی و مذهبی سبب جنگ و منازعه میان آنها نشده است. وی به فرایند اشاره کرد که چگونه اندونزیا از یک حالت بحرانی به یک حالت ثبات و آرامی گذر کرده است. در این اجلاس همچنین دکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای پروسه صلح سخنرانی نموده و نسبت صلح قانون اساسی افغانستان را توضیح داد. وی تأکید کرد که در افغانستان در سطح ملی اراده قوی برای صلح وجود دارد، اما این پروسه به همکاری کشورهای جهان و منطقه نیازمند است. رئیس دارالانشای پروسه صلح از علمای اندونزیا خواست تا در زمینه برگزاری کنفرانس علمای جهان اسلام و اعلام موضع آنان بر علیه جنگ و خشونت تلاش نماید. در پایان این اجلاس اعلامیه مشترک از سوی شورای عالی صلح و 3 سازمان اسلامی اندونزیا شامل نهضت العلماء، سازمان محمدیه و مجلس العلماء صادر شد.
در بخشی از این اعلامیه آمده است که از روند صلح افغانستان تحت مالکیت و رهبری افغان‌ها حمایت صورت می‌گیرد. علما و سازمان‌های اسلامی اندونزیا تلاش می‌نماید تا برگزاری کنفرانس علمای جهان اسلام را در یک از کشورهای اسلامی به هدف تحریم انفجار و انتحار و سلب مشروعیت جنگ در افغانستان تسهیل نماید. در بخش دیگر این اجلاس به سوال‌هایی که از سوی اشتراک کنندگان مطرح گردید پاسخ داده شد. این اجلاس با موفقیت و نتایج امیدوار کننده پایان یافت. گفتنی است که نهضت العلمای اندونزیا بزرگترین سازمان اسلامی مستقل در جهان می باشد که بر اساس منابع اندونزیایی 70 میلیون تن عضو دارد. همچنین سازمان محمدیه نیز یکی از سازمان‌های بزرگ اسلامی در اندونزیا است که در سراسر این کشور 5000 شعبه دارد. هر دوی این سازمان از روش و تفکر معتدل اسلامی طرفداری می نمایند و با بنیادگرایی و افراطیت ناسازگارند. سومین روز دیدار هیئت شورای عالی صلح از جاکارتا، استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و هیئت همراه وی با یوسف کالا معاون رئیس جمهور اندونزیا دیدار کرد. در این دیدار سفرای افغانستان و اندونزیا و نیز شماری از مقامات بلندپایه سیاسی و شخصیت‌های برجسته دینی کشور اندونزیا و اعضای هیئت شورای عالی صلح افغانستان حضور داشتند. معاون رئیس جمهور اندونزیا از دیدار با رئیس شورای عالی صلح و هیئت همراه وی اظهار مسرت نموده و بر حمایت کشورش از روند صلح افغانستان تأکید کرد. وی دو کشور اندونزیا و افغانستان را دارای مشترکات عمیق دینی و فرهنگی دانسته و از روابط دیپلماتیک دو کشور که 67 سال پیش از امروز آغاز شده و همیشه دوستانه بوده است و نیکی یاد کرد. از اینکه در سال روان رئیس جمهور افغانستان و اکنون رئیس شورای عالی صلح این کشور به اندونزیا سفر کرده است اظهار خرسندی نمود. معاون رئیس جمهور اندونزیا ضمن اینکه بر رهبری پروسه صلح از سوی افغانستان تاکید کرد اطمینان داد که کشورش در این روند سهم مؤثر خواهد گرفت. او برگزاری اجلاس علمای جهان اسلام را برای زدودن پایگاه فکری افراطیت با اهمیت دانسته و گفت کشورش در راستای برگزاری این اجلاس تلاش خواهد کرد. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح از دیدار با معاون رئیس جمهور اندونزیا و پذیرایی گرم آن کشور از هیئت شورای عالی صلح اظهار خرسندی نموده و از اعلام آمادگی آن کشور برای سهمگیری در پروسه صلح افغانستان قدردانی نمود. وی نقش و جایگاه اندونزیا را در جمع کشورهای اسلامی برجسته و تاثیرگذار توصیف کرد. رئیس شورای عالی صلح تجارب اندونزیا را در زمینه اعمار صلح و پذیرش کثرت قومی و مذهبی ارزشمند دانسته و گفت افغانستان با استفاده از این تجارب نیازمند است. وی همچنین به ابعاد داخلی و بین المللی صلح اشاره نموده و خواهان همکاری دولت اندونزیا و علما و سازمانهای اسلامی آن کشور در زمینه حل چالش‌های بین المللی این پروسه شد. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح با اشاره به بعد مذهبی و دینی جنگ در افغانستان گفت متاسفانه به جنگی که در افغانستان جریان دارد رنگ دینی و مذهبی داده شده است، لذا افغانستان برای مقابله با این وضعیت به همکاری علمای جهان اسلام نیاز دارد که اندونزیا می تواند در این زمینه نقش مؤثر و تعیین کننده ای ایفا نماید. رئیس شورای عالی صلح راه حل مشکل افغانستان را راه حل سیاسی دانسته و بر ضرورت تمرکز افغانستان و همکاران بین المللیش در این حوزه تأکید کرد. وی همچنین با اشاره به اینکه صلح خواست تمام مردم افغانستان است گفت مردم ما از جنگ خسته شده و صلح را یگانه راه ممکن برای پایان یافتن خشونت ها دانسته و از داعیه صلح حمایت می نمایند.
در حاشیه این ملاقات بحث‌ها و پرسش‌های از سوی حاضرین در پیوند به صلح اندونزیا و چگونگی انتقال این تجربه به افغانستان نیز مطرح شد که از سوی معاون رئیس جمهور اندونزیا و رئیس شورای عالی صلح پاسخ داده شد. در پایان ملاقات، هیئت شورای عالی صلح در ضیافت شامگاهی که از سوی معاون رئیس جمهور اندونزیا ترتیب یافته بود، اشتراک کرد. در سومین روز دیدار هیئت شورای عالی صلح از جاکارتا، استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح در محفل اختتامیه برنامه برگهوف برای صلح افغانستان اشتراک کرد. بنیاد برگهوف یک نهاد آلمانی است که برای صلح در سطح بین المللی کار می کند. این بنیاد یک دوره آموزشی را برای شماری از اعضای شورای عالی صلح در جاکارتا، پایتخت اندونزیا برگزار کرده بود که روز چهارشنبه با سخنرانی استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و پروفسور هانس گزمن رئیس بنیاد برگهوف پایان یافت. استاد محمد کریم خلیلی در این محفل که اعضای هیئت شورای عالی صلح نیز حضور داشت، از کشور آلمان و بنیاد برگهوف به خاطر همکاریشان با پروسه صلح در زمینه ظرفیت سازی تشکر و قدردانی نمود. رئیس شورای عالی صلح همکاران بین المللی افغانستان را شریک موفقیت ها و دستاورد های این کشور دانسته و تصریح کرد که افغانستان در پیشبرد پروسه صلح نیاز به همکاری شرکای بین المللی اش دارد. وی به چگونگی تأسیس شورای عالی صلح اشاره نموده، افزود که این شورا در جریان 7 سال فعالیتش به دستاوردهای خوبی نایل گشته است. استاد محمد کریم خلیلی نهادسازی برای صلح را یکی از دستاوردهای بزرگ این شورا دانسته گفت، پیش از برقراری صلح باید نهادها و ساختارهای مربوط به صلح ایجاد شود، زیرا تنها نهاد و ساختار است که می تواند هم رسیدن به صلح را ممکن سازد و هم از صلح به عنوان یک تعهد به صورت دوامدار حفاظت نماید. با گفته ای وی، این نهادها و ساختارها تا حد نسبتاً امیدوار کننده ای از سوی شورای عالی صلح ایجاد شده است. معاون پیشین ریاست جمهوری همچنین صلح با حزب اسلامی، تدوین استراتژی جدید برای صلح، فعالسازی کمیته های صلح ولایتی و ایجاد هماهنگی با شخصیت های ملی و محورهای سیاسی را از دیگر دستاوردهای شورای عالی صلح برشمرد. همچنین در این نشست، پروفسور هانس گزمن رئیس بنیاد برگهوف سخنان را ایراد نموده و بر دوام همکاری‌هایش با پروسه صلح افغانستان تأکید کرد. وی کارگاه آموزشی را که برای شماری از اعضای شورای عالی صلح برگزار شده بود، موفق دانست و اظهار آرزومندی نمود که این فعالیت‌ها بتواند در اعمار صلح افغانستان مؤثر و مفید واقع شود. در این محفل همچنین مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح در مورد چگونگی کارگاه آموزشی صحبت کرد و از بنیاد برگهوف به خاطر برگزاری این کارگاه قدردانی نمود. معاون شورای عالی صلح راه اندازی چنین کارگاه آموزشی را برای ارتقای ظرفیت بشری پروسه صلح مفید و کارساز توصیف کرد. همچنین در این روز معاون والی ایالت اچه با دکتر محمد اکرم اخپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و جمعی از اعضای هیئت آن شورا دیدار کرد. در این دیدار خانم رویا رحمانی سفیر افغانستان در جاکارتا و عارف رحمان سفیر اندونزیا در کابل نیز حضور داشتند.
هدف از این دیدار بحث و تبادل نظر روی تجارب ایالت اچه در مورد چگونگی اعمار صلح در آن ایالت و انتقال این تجارب به افغانستان بود. ایالت اچه در شمال اندونزیا موقعیت دارد و نزدیک به 30 سال از 1976 تا 2005 میلادی درگیر جنگ با دولت مرکزی بود است. جنگ های ممتد در این ایالت سرانجام منجر به یک معاهده صلح شده است. با توجه به مشابهتی که در برخی از ابعاد جنگ و صلح این ایالت با جنگ در افغانستان دیده می شود، تجربه اعمار صلح در این ایالت می تواند به حیث الگو در صلح افغانستان مطرح شود. نووا ارنشا معاون والی ایالت اچه جنگ های سیدهه و شکلگیری صلح در این ایالت را به گونه مفصل توضیح داد. او به نقاط مشترکی که بین وضعیت اچه و افغانستان وجود دارد اشاره نمود و اظهار امیدواری کرد که در این موارد از تجربیات اندونزیا برای به موفقیت رسیدن پروسه صلح در افغانستان بهره گیری شود. دکتر محمد اکرم اخپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح از شنیدن تاریخچه جنگ و صلح ایالت اچه برای غنی شدن تجربیات افغانستان اظهار خرسندی نمود و از معاون والی آن ایالت به خاطر در میان گذاشتن این تجربیات اظهار قدردانی نمود. در این دیدار ویدیوی مختصری از چگونگی شکلگیری صلح ایالت اچه به نمایش گذاشته شد که مورد توجه هیئت افغانستان قرار گرفت. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و هیئت همراه از مدرسه دارالنجاح دیدن نمود. دارالنجاح یکی از مدارس دینی مشهور اندونزی است که در آن نزدیک به 10,000 تن محصل مشغول فراگیری علوم دینی، ساینسی و انسانی به طور همزمان است. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و معاون پیشین ریاست جمهوری با ورود در این مدرسه مورد استقبال گرم و صمیمانه استادان و شاگردان آنجا قرار گرفت. شاگردان با سردادن شعارهای عاطفی و صمیمانه و نواختن ساز و موسیقی از مهمانان افغانستانیشان پذیرایی کردند. رئیس شورای عالی صلح در جمع استادان و شاگردان این مدرسه سخنرانی کرده و از پذیرایی آنان سپاسگزاری نمود. وی فرهنگ تحمل پذیری و کثرت‌گرایی در اندونزیا را محصول نظام آموزشی آن کشور دانسته و ویژگی های تعلیمی مدرسه دارالنجاح را در ریشه گرفتن و بارور شدن این فرهنگ مؤثر عنوان کرد.
رئیس شورای عالی صلح گفت اگر امروز می‌بینیم که مردم اندونزیا به تنوعات قومی، مذهبی و زبانی عمیقاً احترام می‌گذارند و همه با درک متقابل برای قدرتمند شدن کشورش تلاش می‌نمایند، از اثر نظام سالم آموزشی است که در مدارس مانند دارالنجاح از سالها بدین سو مورد استفاده قرار گرفته است. وی سیستم آموزشی دارالنجاح را یک الگوی خوب برای مدارس کشورهای اسلامی از آن جمله افغانستان دانست. معاون پیشین ریاست جمهوری از مدیران این مدرسه خواست که با هماهنگی دوستان افغانشان یک چنین مدرسه را در افغانستان نیز تأسیس نمایند. رئیس شورای عالی صلح راه مقابله با افرادگرایی و زدودن منابع و بسترهای فکری تندروی مذهبی را در استفاده از نظام آموزشی مانند نظام آموزشی مدارس دینی اندونزیا عنوان کرد. همچنین یکی از مدیران این مدرسه سخنان را ایراد نموده و چگونگی آموزش در این مدرسه و نیز مدارس دیگر اندونزیا را توضیح داد. به گفته وی، هماکنون 29,000 مدرسه دینی در اندونزیا فعالیت دارند. این عالم دینی گفت که مدارس با نوع فعلیشان از قرن 17 بدین سو در اندونزیا تأسیس شده و دارالنجاح 50 سال پیش از امروز فعالیت خود را آغاز نموده است. مدرسه دارالنجاح علوم دینی، ساینسی و انسانی را به گونه تحسین برانگیز هم خانواده ساخته و حتی در ترکیب ساختار آموزشیش تعلیم موسیقی و ورزش را نیز جا داده است. مدیر مدرسه اظهار داشت که هدف ما از تعلیم شاگردان هم آشنا شدن آنان با علوم اسلامی است و هم دانستن علوم ساینسی و انسانی و ایجاد توانایی رهبری در وجود آنان. در ادامه نشستی که با هیئت افغانستان در این مدرسه برگزار شده بود، پرسش‌های از سوی اعضای هیئت افغانستان و نیز استادان و محصلان مدرسه درباره مسائل مختلف آموزشی و تحصیلی در اندونزیا و افغانستان مطرح شد که از سوی استادان مدرسه و همچنین استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و محمد قاسم حلیمی معین وزارت عدلیه پاسخ داده شد. در جریان نشست، ویدیویی که نظام آموزشی دارالنجاح و در بخش دیگر آن برخی از ولایات افغانستان را معرفی می‌کرد، به حاضرین نشان داده شد. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و هیئت همراه وی روز پنجشنبه 2 قوس 1396 از مسجد استقلال جاکارتا و کلیسای جامع آن شهر که در کنار این مسجد موقعیت دارد به عنوان نماد رواداری مذهبی و همزیستی مسالمت آمیز دیدن نمود.
مسجد استقلال از بزرگترین مساجد جهان اسلام به شمار می رود که ظرفیت 200 هزار نمازگزار را در یک وقت دارد. این مسجد با مساحت 9.5 هکتار زمین در 5 طبقه اعمار شده و به یادبود استقلال اندونزیا به مسجد استقلال موسوم شده است. به گفته متولی این مسجد، رؤسای جمهور و سران کشورهایی که به جاکارتا سفر می نمایند معمولاً از این مسجد و کلیسای جامعه که در جوار آن موقعیت دارد به عنوان نماد همدیگر پذیری، اتحاد و همدلی مردم اندونزیا و رواداری مذهبی دیدن می نمایند. متولی مسجد استقلال از حضور یافتن استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و هیئت همراه وی در این مسجد اظهار مسرت نموده و برای برقراری صلح و امنیت در افغانستان دعا کرد. وی اظهار داشت که در روز عید اضحی و عید فطر مسلمانان جاکارتا از دورترین نقاط این شهر به اینجا حضور می‌یابند و کلیسای جامعه که در کنار این مسجد موقعیت دارد پارکینگ و توقفگاه وسایل نقلیه خود را در اختیار مراجعین این مسجد قرار می‌دهند و متقابلا در روز جشن کریسمس پارکینگ این مسجد در اختیار مسیحیان و مراجعین کلیسا قرار داده می‌شود. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و هیئت همراه وی همچنین از کلیسای جامعه جاکارتا دیدن نمود. یکی از متولیان امور این کلیسا ضمن اظهار خرسندی از دیدار با هیئت افغانستان از همزیستی مسالمت‌آمیز مسلمانان و مسیحیان در اندونزیا یادآوری نموده گفت تساهل و رواداری مذهبی در این کشور نهادی نشده و پیروان ادیان مختلف به یکدیگر احترام دارند. استاد محمد کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری کثرت قومی، مذهبی و زبانی در اندونزیا را نشان قدرت و ظرفیت بالای این کشور در جهت هضم تفاوت‌ها، اختلاف‌ها و تضادها دانست. وی قرار داشتن کلیسای جامعه در کنار مسجد جامعه را در جاکارتا نماد از زندگی انسانی و متمدنانه توصیف کرد. رئیس شورای عالی صلح اظهار آرزومندی نمود که کشورهای کثیرالادیان و کثیرالمذاهبی که درگیر جنگ و خشونت دینیان از این الگوی اندونزیا بیاموزند و مانند مسلمانان و مسیحیان اندونزیایی همزیستی مسالمت آمیز و روادارانه را در پیش بگیرند. وی گفت یکی از بهترین پیام‌هایی که از این سفرش به افغانستان با خود خواهد برد پیام همدلی، وحدت، همدیگر پذیری، همزیستی مسالمت‌آمیز و رواداری مذهبی است. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح در هنگام دیدار از این دو مکان دینی دفترهایی را که سران کشورها و مهمانان عالی رتبه اندونزیا هنگام دیدار از این دو مکان دینی امضا می نمایند با ستایش از فرهنگ همدیگر پذیری و رواداری مذهبی امضا کرد. در پایان این روز، استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و هیئت همراه وی در ضیافتی که از سوی سفیر افغانستان در جاکارتا به افتخار هیئت شورای عالی صلح ترتیب یافته بود شرکت نمود. رئیس شورای عالی صلح از زحمات و تلاش‌های خانم رویا رحمانی سفیر افغانستان مقیم اندونزیا در جریان سفر هیئت به آن کشور و تدارک دیدن این ضیافت سپاسگزاری نمود. همچنین رئیس شورای عالی صلح از دکتر عارف رحمان سفیر اندونزیا مقیم کابل که در این ضیافت حضور داشت نیز به خاطر تلاش‌ها و زحماتش در زمینه ترتیب و تنظیم سفر هیئت شورای عالی صلح به جاکارتا تشکر و قدردانی نمود. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و هیئت همراه وی در آخرین روز دیدارشان از اندونزیا از دانشگاه اسلامی دولتی جاکارتا دیدن نمود. این دانشگاه یکی از قدیمی ترین و بزرگترین دانشگاه اسلامی در اندونزیا شمرده می شود. پروفسور دیدی روشیادا رئیس دانشگاه اسلامی جاکارتا از دیدار با استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و هیئت همراه وی ابراز خرسندی نموده و اعلام داشت که این دانشگاه در محدوده توانش مردم افغانستان را کمک خواهد کرد. رئیس دانشگاه اسلامی جاکارتا اظهار داشت که این دانشگاه آماده است با یکی از دانشگاه‌های افغانستان که از سوی شورای عالی صلح معرفی گردد تفاهم‌نامه همکاری امضا نماید تا از این طریق مردم افغانستان را در زمینه‌های گوناگون علمی و فرهنگی به ویژه نهادینه‌سازی فرهنگ تساهل و رواداری مذهبی همکاری کرده باشد.
به گفته وی، از آنجا که اندونزیا یک کشور دارای تنوعات اجتماعی، زبانی، فکری و عقیدتی است، دانشگاه تحت مدیریتش تلاش دارد که قرائت و آموزه از دین اسلام را به دانشجویان تدریس نماید که روحیه تحمل پذیری، مدارا و همزیستی مسالمت جویانه در آنان تقویت گردد. وی اظهار داشت که انتقال چنین تجاربی به افغانستان می تواند این کشور را در راستای مبارزه فکری علیه افرادگرایی یاری رساند. رئیس دانشگاه اسلامی جاکارتا همچنین در ادامه صحبت‌هایش در مورد فعالیت‌های علمی و پژوهشی رشته‌های تحصیلی و روابط علمی این دانشگاه با دانشگاه‌های شماری از کشورهای جهان توضیح داد. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح از دیدن دانشگاه اسلامی جاکارتا و گفتگو با مسئولان و استادان آن اظهار خرسندی نموده و موفقیت‌های این دانشگاه را به رئیس و استادان آن تبریک گفت. رئیس شورای عالی صلح به اهداف سفرش به اندونزیا اشاره نموده، اظهار داشت که مردم افغانستان برای نجات یافتن از جنگ و خشونت و رسیدن به صلح و همکاری اندونزیا نیازمند است. وی یکی از معضل‌های مهم افغانستان و برخی از کشورهای اسلامی را افرادگرایی دانسته و تصریح کرد که دانشگاه‌ها به عنوان مراکزی که در ساختن اندیشه و جهان‌بینی انسان‌ها نقش دارند می‌توانند کشورها را از این معضل نجات دهند. رئیس شورای عالی صلح ضمن اظهار قدردانی از اعلام همکاری رهبری دولت اندونزیا و مراجع و شخصیت‌هایی که وی آنها را ملاقات کرده است، از دانشگاه اسلامی دولتی جاکارتا خواست که در حوزه فعالیت‌هایش افغانستان را همکاری نماید. در این دیدار همچنین سفیر افغانستان در جاکارتا نیز صحبت نموده و اهداف هیئت بلندپایه شورای عالی صلح را به رئیس و استادان این دانشگاه توضیح داد. وی نیز خواهان همکاری علمی و پژوهشی این دانشگاه با مراکز اکادمیک افغانستان و شورای عالی صلح شد. در پایان این دیدار هیئت شورای عالی صلح در نماز جمعه‌ای که در مسجد این دانشگاه اقامه شد شرکت نمودند. Thank you.
استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح از سفر یک هفته‌ای به جاکارتا بعد از ظهر روز شنبه 4/13/96 به کابل برگشت. این سفر استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، صلح افغانستان را در کانون توجه رهبری دولت اندونزیا قرار داد. هیئت شورای عالی صلح از نتایج و دستاوردهای سفرش خرسند است و استقبال رهبری دولت اندونزیا از رئیس شورای عالی صلح را کم نظیر می دانند. حمایت قوی اندونزیا از پروسه صلح با توجه به نقش و جایگاه مهم این کشور در سطح منطقه و کشورهای اسلامی می تواند در دیپلماسی صلح افغانستان گشایش ایجاد کند. همچنین گفتنی است که این سفر در رسانه‌های داخلی اندونزیا و نیز رسانه‌های بین‌المللی بازتاب وسیع و گسترده داشت. بسیاری از رسانه‌ها بر این باور بودند که سهمگیری مؤثر اندونزیا در فرایند بین‌المللی صلح افغانستان می‌تواند این پروسه را در جایگاه به مراتب بهتری قرار دهد.